وطنهای عزیز سلام، من دکتر قیس نکزاد هستم. به ادامه سگمنت های قبلی، من میخوایم تاکید کنم که به خاطر اینکه مستند بر معتبرترین مواخذ بیشترین معلومات صحی و استاندارد را شما کسب کنین، سابسکرایب کردن صفحه یوتیوب ما را فراموش نکنین. جاویدان تیوی. خب، اکثر افراد هست که فشار بلند می داشته باشن، اکثر افراد هست که فاکتورهای خطر به امراض قلبی و سکته قلبی دارن، مثلا سیگارت استفاده میکنن، الکل بیش از حد استفاده میکنن، تشوشات روانی بیش از حد دارن، چاق هستن، شکر دارن، در پهلوی زو فعالیت فیزیکی ندارن، شحمیات حیوانی را زیاد استفاده میکنن، ترکاری باب را استفاده نمیکنن و در ضمن از او فشار بلند و خون دارن. اینا همش در معرض مصابیت به امای قرار داره، سکته های قلبی قرار دارن، در معرض مصابیت به سکته های مغزی قرار دارن. عین شکل امکان داره که پیش از اینا همچنان مشکل نوز وجود بیاید. مشکل نوز یا ایستاده شدن سیستم تناسلی چرا در نزد از این مریضا تحسس میکنم؟ به خاطر که عمدترین علت مشکل نوز در نزد تمام مردها و حتی خانمها که میل علاقه نمی داشته باشن، کلایترس خود ارکت نمی کنن، سیستمی که معادل آله ذکر در مردها در طبقه خانمها می باشه، کلایترس، شهوت کم می باشه، اینا همش چرا در نزد یک فرد تحسس میکنه؟ عمده ترین علت از این موضوع واسکولوجینیک است، یعنی رگای خون مشکل پیدا میکنه، در قطر رگای خون تناقص به وجود میاد، رگ خود تنگ میکنن، حجرات اندوتل وظیفش خراب میشن، نایتروکوکساید کم میشه، به می خاطر رگ خود درست وسط داده نمیتونه، رگ وسط داده نتونست به سیستم تناسلی خون صحیح نمیرسه، خون که به سیستم تناسلی صحیح نرسید، عضلات درست ریلکس شدن نمیتونه و در نهایت ارکشن یا نووز به صورت درستش صورت نمیگیره. پس عمده ترین راهکار همون موضوع آتروسکلروز یا تسلب شراین است و تشوشات وظیفوی حجرات اندوتل است، مثل که در سکته مغزی مشکل ایجاد میشه، رگای قلب خود بند میکنه، مثل که در سکته قلبی هم پروسه ایجاد میشه، عین شکل در سیستم تناسلی هم عین راهکار ایجاد میشه و بعض افراد از گفتن از این شرم میکنن. نقطه خطرناکی من میخوایم بیان کنم عبارت از این است: هر فردی که فاکتورهای خطر به خاطر امراض قلبی داشت، در صورتی که مشکل نوز پیش تحسس میکنه، یک علامه هشدار دهنده براش است، دمی پشت گوشش تق تق میزنه که میگه بزرگوار فاکتورهای خطر تا اسلاک و سیگارت تا قطع و الکل تا کم کو، در پالیز و فعالیت فیزیکی تا داشته باش، نمک کم بخور، فشار خون تا کنترل کو، فعالیت فیزیکی داشته باش، ترکاری بابا بیشتر استفاده کو، شحمیات حیوانی را کمتر بگی، ده غیر از او ده غیر از او 3 الی 5 سال بعد امکان داره که اینجا تا و ایجا تا تکان بتون برات. یعنی هر فردی که مشکل نوز پیش به وجود میآیه و فاکتورهای خطر داره، تجربه شده که 3 الی 5 سال بعد اینا اکثرشان سکته قلبی را تجربه میکنند، در صورتی که مشکل نوز در سیر آتروسکلروز یا تسلب شراین پیش از فرد به وجود آمده باشه. پس اگر یک فرد فشار داره، دواهایی که به خاطر کنترل فشار است، بعض اوقات اینا همچنان ممکن است که میل علاقه فرد را کم کنه و مشکلات نوزش را شدید کنه، خصوصا دواهایی که به نام دواهای کهنه کنترل کننده فشار بود، مثل بیتا بلاکر، مثل تیازید، هیدروکلورتیازید، کلورتالیدن، دپولیازو، اتینیلول، پروپرانولول، میتوپرولول، نیبیویلول، کارویدیلول، اینا همش دواهای سابقه کنترل فشار بود. اگر حالات مترافقه پیش مریض موجود نمی باشه و مریض جوان می باشه ولی فشار بلند خون داره، کنترل فشارش خب یکی از صد ضرورت است و باید را کنترل کنه، در غیر از او اعضای حیاتی را خراب میکنه. در ضمن از او باید دوای داده شوه که هم فشار مریض خوبش کنترل شوه و هم مشکلات جنسی را پیشش به وجود نبیاره. تا دار بعد، بدرود.